خب بذار من سید رو بیارم بالا. الهی شکر سلام، بکنم و من کشتم سر. نمیدونم چرا قطع شد یه دفعه. اولا که ما باید سوال کنیم، یعنی باید یاد بگیریم دیالوگ باشه، مونولوگ نشه. شما قرار نیست من، یعنی دین ما هم نگفته آقا چشتو ببند دنبال من بیا. قرآن همه آیاتش داره میگه فکر کن، پس اصلا قرار نیست چشتو ببندی. من به شما درست. یه افقی رو نشون میدم، میگم این افق، اینم مسیر بریم، خودش باید ببینه به پسنده بیاد. پس درست. اصلا تقلید معناش چشم بستن نیست، نه، اون نشسته از روایات و آیات و عقل و منطق و همه چیز یه استنباط کرده، حالا میاد از استنباطش دفاع میکنه. شما سوال میکنی باید جواب بده، ولی این رابطه متاسفانه قطع شده، باعث این شده که همین بشه. بعضی از مقدس مآبها دور رو گرفتن دست، میگه من میدونم این حرام نیست ولی از شما بعیده. آقا وقتی حلاله خدا حلال کرده، تو چی رو میخوای به من حرام کنی؟ چرا من باید حلال خدا رو حرام کنم؟ این کار پس صدای خلافه. زن حروم نیست در اسلام، نه حرام نه نیست. نه، ببین من میخوام بگم اصلا کاری ببین. میخوام بگم ببین، ما فتوا داریم همین الان از مراجع میگه اصلا تکخانی یا جمعخانی زن و مرد هیچ فرقی نداره، مهم اون چیزیه که داره میخونه. من درست. اینا رو توضیح دادم تو همون لایو اول که حالا سیو بله شد، که بله. آقا ما از گوشمون و از چشممون هم داریم غذا میخوریم، غذای روح میخوریم. میگه مواظب باش غذای چیه، مثل غذایی که من با دهنم غذا میخورم برای جسمم. من معلومه که غذای آلوده نمیخورم، همین الان چرا یه سری رستوران ها رو گفتم ببندید؟ میگه آقا ممکنه کرونا داشته باشه باعث انتقال بشه، پس من عقلا نباید این غذا رو بخورم. اون چیزی هم که گوش میدم اگه در من استرس ایجاد میکنه، در من بد اخلاقی ایجاد میکنه، منو نور تاریکی به من منتقل میکنه، در من عصبانیت ایجاد میکنه، خشن میشم، پرخاشگر میشم، به من انگیزه هایی میده برای تعدی به حقوق دیگران، این قرآن هم باشه نباید گوش کنی. هیچ چه درسته. برسه به چیز دیگه. پس اصلا حرف عجیب و غریبی نیست حلال یا حرام. مهم اینه بحث که ما اینه چی که آقا بخونیم، یعنی اگه من یه چیزی بخونم که گوش شنونده رو آزار نده نمیتونه حرام باشه، درسته؟ نه دیگه، اصلا دیگه مفهومی نداره. میگم که خود مرجعش این فتوا رو داده، گفته اصلا تکخانی یا جمعخانی زن و مرد هیچ تفاوتی نداره، اون چیزی که داره میخونه یه وقت قناع شما رو ترویج گناه میکنه، واسه تو رو تشویق میکنه به گناه و به لاابالیگری، اون یه داستانیه. ولی من به شما میگم، مثلا میگم این خانمایی که حالا حتی همین امروز یکی از این خانمایی که خوانندم هست برای من پیام داده بود که شما توی صفحتون خواننده گذاشتید که عربی میخونه، بعد انگلیسی، یه خانم انگلیسی هم هست فارسی میخونه، بعد خانم های فارسی هم خودشون میخونن، نذاشتید. گفتم حالا یه کاری یعنی برای منو ایران خوب. گفتم. نه، یعنی من چرا نذاشتم که من، آها، نه، من اون یه کسی که خانم، عربی میخونه منو گفتن، یعنی نه، من یکی دیگر، ها یه یکی اصلا. خانمی هست، آره، لبنانیه، برای پیامبر میخونه، عرب انگلیسی میخونه، خیلی جذابه، ولی تکخانی یه خانومه. من خانم بهش گفتم که واقعا واسه من که فرق نمیکنه، من اگه چیز خوبی، حالا تو اون مثلا تولد پیامبر بوده، من دم یه چیزی برای پیامبر خونده گذاشتم، مثلا برای ایران ایشون خونده بود، گفتم احتمالا من میذارم حتما از صفحتی. آها، من صحبت همینه، میخوام بگم ببین اصلا حرف غیر منطقی در کار قرار نیست. من میگم آقا من آخوندم میفهمم، آقا همه برن، هیچ مرجعی هم این حرفو نمیزنه که بگه آقا من میفهمم دیگه همه باید به حرف من گوش کنید. نه، شما میتونید سوال کنی جواب بگیری. اینایی که فتواشون اینه که بین زن و مرد فرقی نیست، استدلالش اینه که آقا این خوراک مهمه، چی داری میخوری، این خوراکی که با گوشت داری میخوری به روحت تاثیر میذاره، خوراک منفی نباشه. خوراک منفی نباشه چه اشکال داره؟ میگیدید چی عرض میکنم؟ بله. یعنی مثلا ببینید، ما اولین خانومی که کشف حجاب کرد و خوند در ایران خانم قمرالملوک وزیری بود، درسته؟ ما شنیدیم، یعنی دیدیم و نوشته هایی که از اون زمان وجود داشته، این خانم هر شب بعد از اجراش، بعد از اینکه میخونده، پولی که از کار در میبرده رو میرفته یه راست به فقرا تقسیم میکرده. حتی شب آخری که این خانم داشتن، یعنی من کتاب های مختلفی در مورد ایشون خوندم، اینا رو از توی کتاب هایی که خوندم متوجه شدم، ایشون داشته فوت میکرده، میدونسته که میخواد بمیره، بهش الهام شده بوده، یه درشکچی داشته که این درشکچی میبرده میآوردتش، بهش میگه که من امشب میمیرم، هیچی هم ندارم. یعنی اولین خواننده زن و پولدارترین خواننده زن تو اوج فقر میمیره، میگه من امشب میمیرم، این اسب و درشکم مال تو، از فردا ببر به زن و بچت نون بده. خب ببین من این خانم،
این خانم، من اینا رو بگم بعد باشه. بله بله بعد ایشون میخونده من احلام توی ایران، من 19 سالم بودش که من رو از دانشگاه به جرم اینکه شلوار ورزشی پوشیده بودم اخراج کردن. اخراج کردن، من اسم دانشگاهمو نمیگم، اسم فردم نمیگم، نمیخوام هیچ حاشیه‌ای هم بشه. اخراجم کردن. دانشجوی تربیت بدنی بودم، سهمیه ورزشی داشتم، یعنی سهمیه این که تیم ملی بودم و ورزش زیاد کرده بودم. 6 سالگی قهرمانی داشتم، 8 سالگی داشتم، اکثر ورزش ها رو بازی کردم، تو بهترین تیم ها بازی کردم. من رو از دانشگاه اخراج کردم به خاطر اینکه دو سه بار به من گفتن که خانم رشته تربیت بدنی چرا شلوار ورزشی میپوشی میای دانشگاه. بعد اخراج شدم، من جواب دادم و حالا طی یه مسیری که اصلش همین بوده، حالا یا حجاب، من رو بیرون کردن. من از ایران خارج، من تو همه این مصاحبه هم گفتم من از ایران خارج شدم به خاطر احترام به قوانین ایران، به خاطر اینکه قوانین کشور من توش خوندن زن رو ممنوع میدونن، یعنی من نمیتونم بخونم و ممنوع کردن این کارو. حالا چون منو هر باری که من صدام در میومد من رو دستگیر میکردن، من اینو بهتون میگم، چون منو دستگیر کردن چندین بار به خاطر خوندن، من از ایران به خاطر احترام به کشورم خارج شدم. من الان دارم این ور دنیا چیز میکنم، دارم کار میکنم. الان من این هم برای صدای من وجود نداره. من میدونم حتی شما اون مرجع تقلیدی که گفته که فرقی بین تکخانی زن و مرد وجود نداره کی هستند، اینم میدونم که کی هستن و میخوام اینو بهتون بگم که اگر که فرقی وجود نداره من که تو ایران نمیخوام بخونم، پس چرا منو تو ایران راه نمیدین؟ من حاضرم مثل الان بازم رو سری سرم کنم. خب معلومه یکی بهتون تقلب رسونده که اسم مرجع رو بیدونین، حالا نمیخواد بگید. من حالا براتون عرضم خدمتون. ببینید من حرفم اینه، من میگم ببین وقتی ما یه فیلمی میسازن، مثلا صدا و سیما یه بودجه میلیاردی میده یه فیلم میسازه به اسم مثلا مختارنامه، که حالا البته ما کلی به اون انتقاد داریم و اصلا به این به این فیلمی که ساخته بودن یه افسانه ای رو از روی افسانه دیگه ای ساخته بودن که اصلا اهل بیت با یه سری کارا مخالفن، تو اومدی انتقام بگیری، یعنی مقابله به مثل کردی. خب اهل بیت تو این وادیا نیستن میدونی، و بعد همونی هم که تو تاریخ به طرف نسبت دادن رو نساختن، چون اگه میساختن بعد دیگه شما احساس میکردی این دیگه چیه، چیزایی که تو تاریخ راجع به این شخص گفته شده، یعنی ممکنه خودش هم آدم خوبی بوده ولی کارهاش به هیچ وجه نمیتونه تایید باشه برای اهل بیت. حالا کار ندارم، یه پروژه‌ای بوده، سیاستی پشتش بوده، هرچی بوده ساختن، تهش یه خواننده زن میاد تکخوانی میکنه، حالا نوا میخونه ها، ولی تکخوانی یه خانومیه، صداشه دیگه. خب صداشه چه فرقی داره؟ من میگم آقا چه جوریه، شما اینجا که میشه از این حکم استفاده میکنید، ولی اگه یه خواننده مثلا اصلا تو کشور خودمون، دختره که تو کشور خودمونن، اگه اینا بخونن به نظر یه مرجع عمل کردن، من که مذهبیم من چرا باید جلوشو بگیرم؟ ولی این افراط ها شده، نه تو این باشه، خیلی چیزای دیگه. من بعضیا میام پیش من مثلا میگه حکم فلان چیز چیه، میگم اشکالی نداره، میگه اه آقای میگن حرامه، نه میگم نه عزیز من حکمش این نیست، اینجوری نیست، حالا بابای تو یه ذره تعصب داشته ورداشته مکروه و کرده حرام، یا برداشت مستحب و کرده واجب، اینا اشتباهه. یه مسجدی قم، حاج آقاشون اتفاقا توی صدا سیمای قم کار میکرد، بعد محرم بود، ماه رمضون بود، به من گفتن که حاج آقای ما نیست، 10 شب شما بیا برای ما سخنرانی کن و هم نماز بخون هم سخنرانی کن. من گفتم که باشه مشکلی نداره، من میام براتون. بعد ما رفتیم نماز خوندیم، بین نماز اینا خودشون یه میتینگی داشتن دیگه، مسئول مسجد اومد و آقا فلانی 1000 تومن کمک کرده، 1000 تا صلوات خیر نمیدونم انواتش، کی 10000 تا کمک کرده، یک داستانی. بعد گفت همه برید سجده بگید شکرن شکرن شو. اصلا دیدم یه میتینگیه وسطش و اینا. بعد نمازم یه قرآن میخوندن و یه صفحه قرآن با ترجمه و فلان دیگه، سخنرانی من برای ستون مسجد سخنرانی میکردم. بهش گفتم آقا این بازی ها چیه؟ اینا کاسه، من نصفشون مغازه تعطیل کردم، بازی در آوردی. بنده نماز، گفتم آقایون بنده نماز میخونم فرداش، گفتم آقای بنده نماز میخونم، بین نمازم هیچ مستحبی نداره، اینا مستحب واجب نیست که، هیچی نیست، میخوام 5 دقیقه صحبت کنم، نماز تموم، 2 تا نماز رو پشت سر هم میخونم بدون این تعقیبات و این بازیه که در دارید، اینا همش مستحب واجب نیست که، 5 دقیقه هم صحبت میکنم، تاش نگاه کنید نیم ساعت به نفعتون شده، کلا نماز مغرب عشا با سخنرانی رو هم دیگه یه ربع در نمیاد، 20 دقیقه در نمیاد، به کارتون هم میرسید. همم گفتن دمت گرم.
آقا ما سخنرانی کردیم اون ده شب هم اینا جرئت نکردن بگن نه و اینا مسئولین، دیگه مردمم گفتن باشه دیگه، البته منو دعوت نکردن اون مسجد چون دکونشون تعطیل شده بود، ولی میخوام به شما بگم هیچ مسجدی دعوتتون نکنه. آره یه چرا بابام میگه دیگه، بابام مسجد داره دعوت میکنه پارتی باشه. میخوام به شما بگم ببین من مستحباتو حذف کردم وقت مردم علکی نگی. بعد طرف میگه آقا ما اینا میدونی چند سال این کارو میکنیم. عزیز من یه کار مستحبه باعث شده که مردم فرار کنن از نماز. یارو میگه یه نماز مسجد برم بیام یه ساعت وقتمو میگیره، در مغازمو بستم، من نماز اگه 10 دقیقه باشه میرم، ولی یه ساعت باشه نمیتونم کاسبیمو تعدیل کنم دم غروب موقع کاسبی. من میخوام بگم مستحبه رو انقدر روش تاکید کردن، وقتی میگی نه انگار مثلا مثال میگم الان شب قدره، بعد شبای قدر توی ایران یه مراسماتی میگیرن، مراسم احیا میگیرن، دعای جوشن کبیر میخونن. شما مفاتیح الجنان رو نگاه کن، نوشته این که این دعا مخصوص شب قدر باشه در خبر ذکری از آن نیست، یعنی اصلا این دعا برای شب قدر نیست، رسم شده میخونن. من رفتم جای مجلس شب قدر، ولی میگن که باید بخونیم، یعنی اینو از بچه مشکل همینه، مغز ما فرو کردن که من باید این میگم شب آقا قدر وقت... بشه. آره میگم آقا این اولا دارید همه رو عربی میخونید، ما فارسی مثلا متوجه نمیشید چی دارید میخونید، همینو بیاید من 5 دقیقه راجبش صحبت کنم، دو تا بندشو که میفهمیم بخونیم، وقت مردمم نگیرید. یک ساعت و نیم یه دعایی رو میخونن که نمیفهمن چیه، خسته میشن وسطش زولبیا بامیه میخورن. بعد میگه نه یعنی ما جوشن کبیر نخونیم. گفتم میدم آیه قرآنه، خدا پدرتو بیامرزه، آخه آیه قرآن نیست که. میگم تعصب و مقدس معابی باعث یه تفسیر غلط شده از یه فتوا، بعدم کاش وایسادیم، وگرنه مثلا کجای قانون ما گفته زن نمیتونه بخونه؟ قانون یه همچی من که ندیدم یه همچی چیزی که زن نمیتونه بخونه، ولی شما اصلا مردشو بگو. چرا من خودم سعید جان توی ایران تو مدرسه که بودم، من مقام کشوری هم دارم به خاطر قرائت قرآن، قرائت قرآن میکردم، میخوندم سر صف مدرسه، همه همکلاسی هم اگه کسی اینجا باشه یادش هست، تک خان سرود مدرسه هم همیشه من بودم، قرائت قرآن هم میکردم، آقایون اونجا قرائت کردن قرآن منو گوش میکردن، ولی الان که من میخونم به من فحش میدن. چرا؟ خب مگه چه تفاوتی بین صدای من با اون صدا؟ من با این صدا من 10 تا مراسم رسمی رفتم، دختره اومده اونجا مثلا شعر خونده، حالا موضوعش مثلا یه چیزی بوده، چجوری اگه مثلا فلا موضوع، من میخوام بگم یه بام و دو هواه، علتش یه ذره تعصب اشتباه ماست. نتیجهش چی شده؟ من میگم اونایی که خودشون فکر میکنن خیلی مقدسن، نتیجهش چی شده؟ این که بچه‌ها پاشن از ایران برن بیرون، بعد حالا میره بیرون دیگه خیلی خط قرمزای دیگه هم دیگه جلوش نیست، بعد خط قرمز رد میشه، میگن آقا این چرا این کارو کرد؟ بابا تو یه کاری کردی، این چرا این کارو کرد؟ من زمانی که از ایران خارج شدم، ما تو ببخشید وسط مادر من اصفهانیه و من توی شهر مذهبی بزرگ شدم، تازه ما یه تایمی از زندگیمون رو، چند سال از زندگیمون رو از اهواز که اومدیم اصفهان، توی یه شهرستان‌های اصفهان زندگی کردیم، یعنی شما حسابش کنید اصفهان خودش مذهبیه، اون شهرستان دیگه مذهبی تر. من اونجا بزرگ، یه تایمی رو مدرسه رفتم اونجا درس خوندم، وقتی که اولین میوزیک ویدیوی من، وقتی که من خارج شدم بعد پس از من دیگه امیدی برای ایران موندن نداشتیم، نمیذارن هنرمون رو ادامه بدیم، نه ورزشمون رو ادامه بدیم، فوتبال بازی میکردیم 2 میلیون تومان سالیانه پول میگرفتیم ما، نه ورزشمون رو میذارن ادامه بدیم، نمیذاشتن که هیچی نذ، هیچ راهی برای من نذاشتن، و من از پدرم که این همه سال تو جبهه‌های جنگ بوده درخواست کردم، با اینکه مادر من اوایل مخالف بود، با اینکه پدرم میتونست مذهبی تر باشه و پدرم جنوبیه، از پدرم درخواست کردم، گفتم من میخوام از ایران برم به خاطر اینکه من میخوام به خواسته هام برسم و اینجا نمیتونم. من وقتی که از ایران خارج شدم دیگه هیچ چیزی نبوده توی ایران که من بهش بتونم، نمیتونم بخونم، نمیتونم ورزش کنم، نمیتونم پول درست حسابی در بیارم. حالا که اومدم اینور بابامو تو خیابون میبینید، بهش میگید که خجالت داره، یا مثلا سر تکون میدید برای بابای من که چرا دختر رفته اون بر میخونه، خب چرا ایران بودم منو نگه نداشتید، ایران بودم منو بیرون انداختید، شما منو از کشور خودم بیرون انداختید، من تو کشور خودم جایگاه نداشتم، من به عنوان یه زن فوتبالیست سال 2 میلیون بگیرم فوتبال بازی کنم، بچه ها هستن همه این دختره که 3-4-5 تا این تیم ملی ها تو 2 میلیون تومان بگیرم، خب چرا من الان یه کنسرت میرم شاید
$40,000 هم بگیرم، شاید هم $10,000 بگیرم، ولی خوبه دیگه، واسه زندگی من خوبه. من تو ایران بودم به عنوان یک آدمی که مثلا میگم من هیچ تعصبی رو هیچ چیزی ندارم، یه مسلمونم هستم، خودتون دیدید، همم دیدن، من عقایدم پا به جاست، همه چیزم سر جاشه، کارم هم و هنرم و حرفم هم سر جاشه. من میگم اون خدای بزرگی که من آفریده این صوت و صدا رو اون خدا به من داده، نمیتونم صدامو به انجرمو ببرم بندازم. من یه چیزی بگم، ببین یه موقعی فکر میکنن، ببین من میگم نادیده گرفتن چیزی، ما که مذهبی، حالا من خود شما رو از محرم شناختم دیگه، دیدم یه پست یکی از هیئت‌ها رو هم گذاشته بودید، بعد از خود من مطلب گذاشتید اینو. من حرفم اینه، ببین یه موقعی بعضیا فکر میکنن اگه یه چیزی رو نبینن حل میشه. همین الان روابط دختر و پسر که تو ایران هست، خب نمیخوایم قبول کنیم که روابط هست، میگیم نه آقا نیست. آقا مثل بعضی بچه ها بودن، تنبل بودن، خونه های قدیم شلوغ پلوغ بود، مثلا یه دختر بزرگتر دیگه همه کار خونه بود، مادر خونه بود، مامانه مثلا کارهای دیگه میکرد، بعد میگفتن خونه رو جارو کن. بعضیا جارو میکردن، حال نداشتن اون موقع، مثل جارو برقی نبود که، بعد میرفتی نمیدونم از این خاک انداز میوردی جمع میکردی، فرش میزدی، آره فرش میزدن بالا، بعضیا میریختن زیر فرش. شما آشغالو بریزی زیر فرش خونه تمیز میشه؟ نه آقا، آشغالو ریختی زیر فرش ولی آشغال اونجا هست، میکروب اونجا هست. من میخوام بگم هی نادیده گرفتن، هی نبینیم این چیزا رو. آقا نبینید، خب آقا ندیدن الان شما رو تونستن محدود کنن و امثال شما رو میتونن محدود کنن. تازه بدتر هم شد، تازه ما اینجا اومدیم این ور اومدیم، تازه میگم یه سری شاید یک سری از خط قرمز ها هم خیلی هامون از خیلی خط قرمز ها هم عبور کردیم، خیلی هامون. اگه توی ایران بودید این اتفاقا نمیافتاد. الان ما صدای استاد محمد رضا شجریان رو گوش میدیم، به 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 عالی، صدای استاد همایون شجریان هم گوش میدیم که خیلی عالی. چرا صدای مژگان شجریان حرامه؟ همون بچه همون خانواده، همون صدا، همون تکنیک تو این صدا هست. چرا تو ایران یه کنسرت نمیتونه بره؟ چرا برای یه دونه حتی کنسرت بانوان تو ایران گرفتن یه دونه مجوزش؟ خب بعد که میریم از میخوایم یه مجوز بگیریم، من دیدم دیگه، من پست آخرتون رو دیدم، یه مجوز کنسرت بانوان که میخوای بگیری هزار مدل میسنجنت. یه خانومه رو گذاشتن اون پشت، اصلا نمیدونه موسیقی چیه. من خودم برام اتفاق افتاده، رفتیم مجوز بگیریم، خانومه نشسته اون پشت، حجاب مجاب کامل، همه چیز اوکی. رفتم اونجا میگه که از قیافت غلط اندازه، صورتت خوب نیست برای اینکه جلوی مردم ظاهر بشی، غلط میذاره. الان من یه چیز به شما بگم، نه یه چیز به شما بگم، شما اصلا حالا مجوز رو ببین، یه چیزی الان هر کسی تو ایران برای هر کاری، چون کارمندام که از خارج نمیدن، همه بچه ایرانن، ولی برای کار اقتصادی، برای کار فرهنگی، برای هر کاری که میخوای بری مجوز بگیری، نگاهی که به شما هست اون نگاه خوبی نیست. اصلا من کاری ندارم شما بری مجوز، خانم به کدوم خانم مجوز میدم، به کی مجوز نمیدم. من حالا چون چیزی که خودم دیدم دیگه، من برای کار رفتم یه مجوزی بگیرم، یه سالم دویدم نیرو انتظامی بالا پایین، مسئول بالا دست اجازه میده، میای پایین دست میگه نه، بعد پایین دست میری بالا دست، پایین دست این کار من یه جوری میدونن، انقدر خسته میشی که میذارن کنار. ببینید من اینو دیدم که چیزم ندارن، سواد ندارن. من خیلی از جایی که من مجوز رفتم، اون که خب یه کارمنده، اون که کارمنده، ولی من حرفم به شما اینه، میگم که ببین اصلا مجوز توی یه سری کارهایی معنی نداره. که شما یه قانون کلی معرفی کن، آقا این چارچوب ها باید رعایت بشه، برید کار کنید، اگر کسی خلاف چارچوب عمل کرد نظارت بیاد جلوشو بگیره، وگرنه من الان میخوام یه کتاب مثلا چاپ کنم، باید برم نشون بدم اونجا اون بخونه، حالا آیا اون درست بفهمه یا نفهمه، اصلا از من خوشش بیاد، چون انگیزه های دیگه هم قاطیش میشه. همش هم بحث نوشته نیست، کی هم بنویسه مهمه. من یه دوستی یه جمله از من توی گروه گذاشته بود، بعد زیرش اسم یه سخنران دیگه که تلویزیون میاد و زده بود، بعد همه تو گروه تعریف کرده بودن که احسن، چه جمله قشنگی، فلان فلان. آخرش نوشته بود آقایون این جمله مال صداحسن آقا میدیه. بعد یکیشون زیرش نوشته بود میگم یه جوری بود، آقا عجب بی انصافی هستی، یعنی جمله بود. آره جمله ای که مال منه، اگه اسم فلان سخنران تلویزیونی زیرش باشه میگن اشکالی نداره. یه برنامه ماه رمضان همین 2 سال پیش، تمام، یعنی تو هر شب برنامه شبکه 2 هم بود، یه تیکه پادکست از من پخش کرده بود،
اصلا نفهمیده بودن من اینا پخش کرده بودن، داده بودن کنداکتورم رفته بود و پخش شده بود برنامه. روزا آخر فهمیده بودن که این صدا آقا میریه، بهش گفته بودن این صدا کیه، گفته بود من تو اینترنت پیدا کردم، گفتم برو فلان فلان شده این صدا آقا میریه، دیگه حق نداری پخش کنی. من بهش گفتم میدونم اون مثلا 27 شبی که تو پخش کردی مشکلی بود، کسی زنگ زد بگه آقا ما اینا رو گوش کردیم، احساس کردیم نمازم دیگه نخونیم، روزم نگیریم، یا نه همه حال کرده بودن که چه حرف خوبی. متو چون اسم من روشه اونجا نباید پخش. من برنامه برای شب عید ساختم، شبکه یک برای لحظه سال تعبید، داستان مصطفی چمران شروع می‌شده، مراعات کنیم همدیگر و پدر مادرامون رو تا لحظه سال تحویل خدا تموم می‌شده. مثلا 7 8 ساعت به برنامه خودشون دیدن گوش دادن، چی 7 8 ساعت به برنامه. مثلا اون خبرنگار اون مجری به من زنگ زده که سه جون نمیدونم کی زیراب زده اینو پخش نمی‌کنن، که یکی از فیلمسازای خیلی حزب اللهی، من توی گروهی اونو گذاشتم نوشتم اینو ما لحظه سال تحویل درست کرده بودیم نذاشتم پخشه، گذاشت توی اینستاگرام گفت آخه این چه مشکلی داشت نذاشتید پخش بشه. من امروز به میثم با میثم بود صحبت میکردم، یکی بچه‌هامون بود، گفتم ببین یه صندلی روشو پر میخ زدن، به ما میگن اگه مؤدبی بشین، خب نمیتونم بشینم، بعد میگم ببین میگیم بی ادبی، آقا تو یه کاری کردی من نتونم بشینم به من بگی بی ادب، تو قوانین رو یه جوری بستی که طرف میبینه هر کاری بخواد بکنه یه جا گیر میفته، یا به قانون یا به سلیقه. آخه همش هم قانون نیست، یه سری سلیقه است. من سی دی من توی قم مجوز گرفته بود تو ارشاد، سی دی منو کپی میزدن پخش میکردن، یه سری همین جلو حرم میفروختن، همون سی دی رو میبره یه شهر دیگه پخش نمیشه. یعنی معلومه که سلیقه است، قانون دیگه نیست. من میخوام بگم اون چیزی که باعث شده بچه های ما، هنرمند های ما، ورزشکار های ما تو کشور خودشون که وطنشونه دوستش دارن، همین الان اگه یه سری موانع سلیقه ای، حتی موانع قانونی نیست، یه سری سلیقه شونو عوض بکنن، 90% این بچه ها حاضرن برگردن تو کشور خودشون، وطن خودشون وایسن کار کنن. طرف آدم معروفیه، میری کشور خارجی کسی نمیشناسدش، تو کشور خودش تو خیابون بره 20 نفر باهاش سلام میکنن، حال 20 نفر خوب میشه. میخوام بگم مشکل سلیقه است، همش قانونی. الان کنسرت گذاشتن برای گروهی که خیلی هم همچین گروه شناخته شده هم تو ایران نیستن، و حالا الان دیگه دیدی مجوز به کیلویی دارن میدن تو ایران به خواننده ها. یه سری خواننده تو ایران من میشناسم که آدم میخونه مو به بدن آدم سیخ میشه، هزار سالم هست دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، کارهای خوب خوب میسازن، بهشون مجوز ندادن. یه سری مجوز دادن به یه سری از این بچه ها، اینا رفتن یه کنسرت گذاشته بودن توی نمیدونم کدوم ورزشگاه آزادی، حالا هر جایی 120,000 نفر آدم آمدن. منم پست گذاشتم فرداش، گفتم آقایون خانوما من با عبا میام، کنسرت منو تو آزادی بذارید، من 140,000 نفر آدم میارم، منو یه خواننده زن دیگه. خب کشور خودمونه، معلومه که برامون میان، معلومه که تو کشور خودمون برای همه ما میان، نه من اصلا من ادعایی ندارم، برای خانم ایکس بذارید، برای خانم ایکس یه دونه کنسرت بذارید تو ایران. من میگم خانم مژگان شجریان رو اسم میبرم که استاد همه ماست، یا خانم گوگوش رو اسم میبرم، میگم یه دونه کنسرت برای اینا بذارید. طرفو به سلابه کشیدید، از ایران رفته، الان من از ایران رفتم، بابامو تو خیابون میبینید بهش فحش میدید؟ این بابای من همونه که رفت براتون جنگید. داداشمو تو خیاب، داداشم میره مجوز بگیره، بهش میگن اسمت بنیامینه، برای مجوز کار بهش میگن تو چون اسمت بنیامینه چه اسمی انتخاب کردم برات، اسم عربی نمیتونستم بذارم. چقدر شماها میزاش هرمله، بابام اسم بابام رفته بود اسم بذاره واسه برادرم، بهش گفته بود حاج آقا پدرم، خب پدر منو میشناختن دیگه، رفته بود اسم بذاره، جهادی بود بسیجی بود، رفته بود اسم بذاره، گفته بود من اسمارو دقیقا نمیدونم، اون زمان جهاد بود بسیج بود این چیزا، رفته بود اسم بذاره برای برادرم، بهش گفته بودن حاج آقا بنیامین چه اسمیه به شما نمیخوره، یه اسم خوب برای یه چیزی بگم پسر... خودم برای خودم پیش اومده. من قوم الان میذارم اینو براتون بگم، پدر من اینو داشته باشید، بهشون گفتن که به بابام گفتم این چه اسمیه برای پسرت انتخاب میکنی، یه اسم عربی بذار رو بچت. بابای منم آدم فرهنگیه، گفته بود که اسم عربی بذارم رو بچم، گفته بودن آره، گفته بود باشه بذارید هرمله، بهترین تیرانداز عرب.
چرا بعد تو تصمیم بگیری اسم بنیامین برادر حضرت یوسف چرا من نبر رو بچم بذارم؟ به خاطر اسم برادر من بهش مجوز نمیدید، به خاطر نمیدونم قیافه من به من مجوز نمیدید، به خاطر من خودم رو دارم میگم. آقایون اومدن یه کنسرت گذاشتن، 100,000 نفر آدم رفتن، مردم محدودن، مردم شادی ندارن، رفتن شادی شما رو تماشا کردن. به ما فرصت بدین آقا، من با عبا میام حجابم میکنم براتون، نه که دوست داشته باشم، من اصلا با حجاب مخالفم. یه بار دیگه هم توضیح بدم، حالا که 60,000-70,000 نفر دارن ما رو میبینن، من این رو سریع سرم کردم، اصلا حاج آقا نه اجباری برای من گذاشت نه هیچی، من این رو سریع سرم کردم که برای ایشون حاشیه ای نشه تو ایران، حاشیهش کنم. من خواستم حرف ما رو مردم بشنون، اون حاشیه رو سری نداشتن من نباشه، این حرف ما شنیده بشه. من رو سری پوشیدم، من میگم حاضرم با حجابم بیام اجرا کنم، 140,000 نفر من با دو تا خواننده زن دیگه براتون آدم بیاریم. حالا یه چیزی بگم، حالا بیشتر هم شاید بیان، یه چیزی به شما بگم، من رفتم این ثبت احوال توی قم، بعد برای این پسر من سه تا بچه دارم، خدا حفظشون کن، سلامت بشین. پسر بچه سومم که پسره، رفتم برای شناسنامه بگیرم، بعد گفت اسمشو چی گذاشتید؟ گفتم هیوا. هیوا یه اسم کردیه به معنای امید، مال کشورمه دیگه، من دوست دارم این اسمو. بعد نگاه که من با لباس روحانی بودم موقع، هنوز لباس داشتم در نیومده بودم، گفت حاج آقا این چه اسمیه فلان، گفتم ما با لباس داره؟ آره گفتم بابا این به تو چه ربطی داره، بچه من آقا بذار شناسنامه منو وا کرده، دیده اسم پسر اولم هانیه، اسم دخترم هم هلماس، میگه نه مثل که شما اهم اینه. گفتم آقا توهین نکن، چی میگی برای خودت، بنویس تو چه کار داری. من حرفم اینه، ببین هیوا یه اسم کردیه، معنا هم داره. اهل بیت به ما گفتن اسم با مسما رو بچه‌تون بذارید، نگفتن اسم ما رو بذارید رو بچه‌تون، که مثلا یه اسم بذارید که بچه، یعنی از گفت من تو کتابای خوندم دیگه، کتابای دینیمون نوشته بود که پدر یکی از نیکی هایی که پدر مادر شما به شما میکنن اسم خوب اینه که یه بذارن. اسم خوبی روتون بذارن که پس فردا شما وقتی بزرگ شدید ناراحت نباشید از گذاشتن اون اسم. تموم شد. من میگم حالا یه کسی حال میکنه عشق داره، اسم از اهل بیت میذاره، همون هلما که گذاشتم هلما دیگه، میگن از کنیهای حضرت زینب، یعنی زن یعنی انسان همیشه صبور، از حلم میاد. یا مثلا هانی یه اسم عربی، هانی ابن عروه، حلما با هجیمی از حلم میاد، بله از آره، مثل اسم صبوری، از خانواده صبور. اسم منه آره. از خانواده احمد، بعد اونم از حلم دیگه، اونم از حلم، بله بله. بعد مثلا هانی یعنی مرد سخاوتمند، بله بله. هیوا یعنی امید، تازه چی میگن هیوا هانی چیز فارسی هم داره، نم اون یه چیز دیگه بود، یه اسم دیگه است، کار ندارم. میخوام به شما بگم من اسم با مسما گذاشتم دیگه، یعنی اون مسیری که اهل بیت گفتن رفتن دیگه، تشخیصش اون با شخصه، اون نمیتونه سلیقه‌شو به من تحمیل بکنه. مشکل من اینه، من میگم آقا شما مگه نمیخواید به دین خدمت کنید؟ این محدودیت های سلیقه ای، یه وقت میگی دینه، آقا دین رو پاش وایسیم هیچ اشکالی نداره، دین هرچی گفته، آقا دین گفته، یقین کردیم که دین گفته، تازه اما و اگر نه، گمان میکنم، فکر میکنم شاید اینجوری باشه، نه اگه یه چیزی رو واقعا یقین کردیم دین گفته باشه همه پاش وایسیم. اما اونجایی که فراغت گذاشته که تو نمیتونی سلیقتو بکنی دین، و من حرفم اینه حالا که این کارو کردی، تونستی جلو جوونا رو بگیری؟ تونستی جلوشونو بگیرن نرن بیرون؟ بعد رفت بیرون، اگه چهار تا خط قرمز و شکون، تو میخوای چیکار کنی؟ بعد بچه‌هاتون گوش میدن. آخه خنده‌دار اینه که باباه داره دیوار میکشه جلو زندگی دیگران، بچه خودت فالوورشه. من یه آقای به من از آشناهاست به من زنگ زده بود، گفت آقا این حرفی که شما زدی اونجوریه اونجوریه، هی شروع کرد شروعی بهش، گفتم حاجی جوونا اینجوریان، دین این مسیره، بابا اینام تو دین هست، ایناشو چرا نمیگید فلان، هی گفت نه فلان. آخر سرش گفتم، داداش ببین همین الان دو هیچ به نفع منه، تو خونت هم خانومت همه لایوا رو میبینه، فایلا رو گوش میده، هم پسرت خودت میدونی، گاره میدونم اونا گوش میدن. گفتم پس داری زور چی رو میزنی؟ پسر خوب، آدم خوب، مگه دنبال خدا پیغمبر، مگه دنبال عقل نیستی؟ فتوای مرجع میگه فرقی بین زن و مرد نیست. بچه‌هاتون من بگم بچه‌هاشون بیشتر از ببینید، من یه سری آدم بچه‌هاشون بچه‌های خیلی، من بچه دختر حاج آقایی دارم تو پیجم که میاد به من
به من دایرکت میزنه، نه من اسم نمیارم، به من دایرکت میزنه میگه که من دوستت دارم، آرومکی هندزفری میذارم گوشت میکنم. مداح اهل بیت داریم که میاد برای من میگه که تو چقدر شیر دختری، دمت گرم، برای من دایرکت میزنه. هزار تا داریم. آروم دوزدکی دوزدکی، چرا باید دوزدکی این کارو به صورت بگیره؟ خب برای من که شما رو فالو کردم رسمی، شما منو فالو کردی، یه دونه کامنت من برای شما میذارم، یه گل میذارم، یه دونه مینویسم حاج آقا دمت گرم، حاج آقا عالی فلان، یا مثلا سید دمت گرم خیلی خوب بود، چقدر کامنت ریپلای میخوره اونجا. خب سلیقه‌ایه، من الان اینور دنیا دارم شما رو گوش میدم چون میدونم که حرف درست میزنید. به نظر من، نظر من اینه که شما حرف حق میزنید، حرف درست میزنید، یعنی برای همین من دوست داشتم که با شما صحبت کنم و همم ببینن، و این خیلی برای من جذاب بود، جذابیت داشت، به خاطر اینکه من شما رو دوست دارم، خیلی ها شما رو دوست دارن به عنوان یه آدمی که میشه ازش پرسید، اگه بلد باشه میگه بله، و برای همین من از شما خواستم که شما، من اینجا مثلا بعد از شما پرسیدم بپرسم که آقا من تمام صحبتم این بود که ما داریم، من صدای زن وجود نداره، فقط من میگم که اول که ما خیلی لذت داریم میبریم از صحبتاتون همه، من که خودم خیلی دارم لذت میبرم، و اینکه میخوام بدونم که پس من ای توی دین برای ببین، ببین من یه چیزی به شما بگم، ببین الان من بگم نه، خب من که اهل فتوا نیستم بخوام واسه فتوا بدم، درست. من حرفم اینه، میگم ببین یه مرجعی، یه سری مراجع فتواشون اینه که خوانندگی اصلا زن و مردش تفاوتی نداره، اون مفهومی که داره منتقل میکنه، اون اثری که داره رو شما میذاره مهمه. من نظر اینا رو دارم میگم، اصلا هم نمیگم این اسلامه، گرم میگم یه حرف منطقیه، فتوای مرجع هم هست، حالا اون که مرجع پس حالا میشه... الان که ما از ایران خارج شدیم و نذاشتن که ما با رو فتوای مرجعی که این حرف رو زدن ما تو ایران کار کنیم، ما از اینجا از ایران خارج شدیم، الان ما علیه یه چیزی خوندیم که خوب نبود، تقصیر شماست، تقصیر اوناست. خب قطعا تقصیر کساییه که من حرفم هم، من میخوام بگم آسیبشون همینه، من میگم بابا شما اولا که چرا از پاپ مقدس‌تر کاتولیک‌تر میشید، چرا از مرجع مسلمان‌تر میشید، این فتواه. بعد این که چرا سلیقه خودم رو به اسم دین مطرح کنم، بعد اگه که اشتباه دارم میکنم، بالاخره یه مرجعی فتوا، بعضی میگن نه خب بعضی مراجع هم کلن حروم میدونن، آقا بالاخره الان یه مرجع یه فتوایی داده، یه راهی رو باز کرده، یه سری جوون میتونن برن ازش تقلید کنن که بس. بمونن همینجا کار بکنن، رو چارچوبام کار بکنن، هستیشون هم از دست ندن، یه وقتی که میره بیرون گرفتار یه گروه مافیایی میشه که خیلی بچه‌ها رفتن گرفتار شدن، یعنی همم حالا یه عده‌شون موفق شدن، مثل من یه وقتایی دلم میسوزه میگم مثلا طرف کلی استعداد داشته رفته گرفتار یه گروه مافیایی شده، اصلا مسیر زندگی هنریش هم عوض شده، هنرش هم اومده بیرون گرفتار شده، بعد دیگه نه روی برگشتن داره، نه اینجا آغوشی بازی که برگرده، نه اونجا دیگه جایی برای موندن، بیچاره میشه طرف. من میخوام بگم آقا اگه دلتون بسوزه، اگه این بچه‌ها، این هنرمندا، ورزشکارا، اینا، خب همه هم آقا یه ظرفیت ندارن، طرف به من میگه چرا فلان ورزشکار رفته، میگم عزیزم همه یه ظرفیت ندارن، یکی میشه عادل فردوسی پور، برنامه تاپ لول صدا و سیماست، هفته چند میلیون تماشاگر برای صدا سیما میاره، یه دفعه میذاریدش طرفو کنار و هیچ برنامه‌ای بهش نمیدید، گزارش هم بهش نمیدید، این باز صبوری میکنه میمونه، ظرفیتشو داره میمونه، یکی هم نمیکشه، ظرفیتش نمیکشه، ول میکنه میره. بعد اون که میگه پولی ظرفیت وطن فروشی، تحمل وطن فروشی نیست، من از دانشگاه من نوعی رو از دانشگاه پرت میکنید بیرون، دانشگاه هم که برم بازم به من کار نمیدید چون با شکل و قیافه هم مشکل دارید. بعد وقتی که ما دیگه تحمل چی، پول نداریم دیگه، ما اگه بمیموند من خود نوعی اگه بمونم ایران از هیچ شغلی نمیتونم پول در بیارم، تا کی از پدرم خورم؟ من جز اون دختر، یه سری دخترها هستن، یه سری آدم ها دخترها هستن که میگن که خب دیگه تهش اینه که شوهر میکنیم میره دیگه، نه من تا به هدفم نرسم شوهر میخوام چیکار؟ من میخوام به هدفم برسم، ظرفیت من دیگه اینجا تموم شده، هدف من یه چیز دیگه است. حالا من حرفم اینه، من میگم ببین اگه اون بچه اینایی که این بچه ها رو بچه خودمون بدونیم، خب بچه ها متفاوتن بابا، من تو خونه غذا رو میذاره، مثلا خانم من میذاره میگه شما غذا پخش کن، خب من میدونم آقا این بچه کوچیکه طاقت نداره، من اول غذا اینو میدم بچه‌م دیگه، مراعات میکنم توانشو،
این دختر خانم یه ورزشکار درجه یکیه، رفته کلی هم برای ما مدال آورده. بابا هر کی ظرفیت یه چیزی رو نداره، این ظرفیت این همه فشار و استرس رو نداره، بعدم پا میشه میره حرفش هم اینه، میگه من فقط آرامش میخوام. خوبه من میگم آقا این دختر ماست، نگیم ای چطور پس اون مون تحمل کرد. یک جایی میخواسته با همسرش بدون حاشیه با آرامش زندگی کنه، براش توضیح نده، از ایران خارج شده، با آغوش بازم پذیرفتنش، تا یه جایی طرفو کشوندین که باید بره توی کشور دیگه برای اونا مدال بیاره، تا یه خب جایی دیگه ما رو کشونید که من میخوام بگم آره من میگم فایدهش چی بود. شما اگه ما که ما الان ما به عنوان همه مسئولی منظورمه، اگه مسئول مملکت حس پدری به افراد مملکت نداشته باشه و تحملشون رو در نظر نگیره، بخواد برای همه یه نسخه بپیشه، نتیجهش چی میشه؟ بچه‌هاش پخش و پلا میشن. اون وقت مثلا فلانی کنسرت میذاره تو فلان کشور، نی کلی نوجوان و جوون هم میرن. همون میتونست تو ایران باشه، تمام چارچوبا رعایت بشه، گرفتاری هم هیچ چیز، کاشان برن لذتشون هم ببرن بیان. مثل خیلی که من زیاد میرم دیگه کنسرت، میرم شرکت میکنم، مثل بیشتر این کنسرت هایی که با بچت هم میتونی بری، یعنی من دست دخترم میتونم بگیرم برم تو کنسرت بشینم گوش کنم، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. آقا همون آقایونی که آقایون، همون بچه‌هایی که تو ایران دارن برای بچه‌هایی که تو ایران آهنگ میسازن، دارن برای ماها میسازن، برای من، برای خانم ایکس، برای خان ما، همون بچه‌هایی که تو ایران دارن شعر برای همین آقایونی میگن که روی استیج ایران مجوز میگیرن با همون شعرا، همون شعرا رو ما هم داریم میخونیم، ولی میترسن. ما اسم نمیزنیم، دیدین که ما یه سری اسما رو نمیزنیم، یه سری اسما رو نمیاریم. همون آقایون دارن برای همون خانوم و شاعرا دارن برای ما هم شعر میگن، همون آقایون دارن برای ما تنظیم میکنن، برای همه، برای اینا که من همه حرفم اینه. من میگم اگه به فتوای همون مرجعی که میگه اشکالی نداره موضوع میره روی خود موسیقی و تشخیص با مکلفه، با شخصی که گوش میکنه، وقتی فتوای این میتونه یه عده جوان رو تو کشور نگه داره، چرا به این عمل نمی کنید؟ چرا میرید اونو پیدا میکنید که سخت تره که بعد همه مثلا پخش بشن این ورون ور و هزار تا. ببین اگه من بدونم بگم این بچه خودم این حس رو بهش داشته باشم، بگم این پسر هانی منه، این دختر هلمای منه، اون وقت همه کاری میکنم که بچه‌م تو امنیت بمونه، هدفشم پیش ببره. بعدم یه چیز دیگه، تا کی میشه جلو این چیزا رو گرفت؟ بعد یه اشکال بعد میدونی چیه؟ هدفشم احترام میذارید، یعنی جلوی آره. هنرشو نمیگیرید، نمیگیرید. یه اتفاق بد میفته، چون به اسم دین داری جلوی هنرشو میگیری. وقتی این تابو رو میشکنه رد میشه، فکر میکنه دیگه کلن دین رو باید بذاره کنار، یعنی دیگه هر چیز دیگه یه هم میتونست قبول داشته باشه دیگه قبول نداره، چون دین یعنی اخلاق، دین یعنی انسانیت. دین دنبال چی؟ شما میگه آقا نماز میخونیم، روایت هست از خود خانم حضرت زهراست، میگه نماز به شما واجب شد تنزیهن عن الکبر، نماز اومد تکبر رو از بین ببره. خب پس هدف اونه، این درخت رو کاشتی، من درخت سیب کاشتم سیب بده. حالا یه درخت کاشته میگه این درخت سیبه، میگم میوهش کو، میگه حالا میوه نداره ولی درخت سیبه. آخه درخت میوهی که میوه نمیده که میوه نیست. این نمازی که میخونی که چه جمله‌ای شد، این نمازی که میخونی و اثر نداره، این چه نمازیه؟ برای همینه که میگه ویل للمصلین، وای به حال بعضی نمازخونا. کدوم نماز خونه؟ بابا تو از نمازت باعث تو مدرسه بچه ها رو اجبار میکنن با ترسوندن اینکه انضباط بد نمیدیم. اینقدر من توی دیالوگ کدوم فیلم بودین که بچه ها رو اینقدر هول میدن تو جهنم زور، تو بهش زوری از اون ور جهنم میزنه بیرون. من خودم مدرسه میرفتم اینقدر زوری، من به خاطر اینکه انضباط هم کم نشه، به خاطر اینکه از بابام میترسیدم که بابام نمراتم کم میشد یا انضباطم کم میشد، از پدرم میترسیدم مدرسه. مثلا تو یه سن کمی که هستم میگفتم خب پدرم ناراحت میشه انضباطم اینقدر پایین بشه، میرفتم نماز میخوندم. حالا ما یه سری هامون عربی بلدیم، میفهمیم اون نمازی که داریم میخونیم چیه. با اینکه یه سری چیزهایی که تو اون نماز میخوندم و متوجه میشدم، یه سریشم متوجه نمیشدم، میگفتم چرا زوری به من میگن نماز بخون؟ من یه زندایی داشتم، فکر کنم الان تو لایوم باشه، میگفت بلنشین بلنشین نمازتون رو بخونین، بلنشین نمازتون. زوری میخواست که دخترش نماز بخونه. حالا دختر زندایی من دوست داشت برقصه، خوب میرقصید، خوش، خیلی زیبا میرقصید، خیلی خوب میرقصید، زوری دوست داشت که اون نماز خب آخه اینقدر این بچه رو هول میدین تو بهش از اون برای جهنم میزنه. بذار من یه چیز براتون بگم، یه چیز جذاب براتون بگم. بله من تهران میومدم تو مدارس برای بچه ها برنامه اجرا میکردم. حالا جذابیتش اینه که
اصلا داستان این که من توی یه مدرسه دخترونه محرم زون به من گفتن ظهر بیا نماز بخون، اصلا این با این اتفاق افتاد باعث شد من چند سال اون منطقه مدارس میرفتم براشون سخنرانی و خیلی هم. آقا ما ظهر بود، ظهر محرم زون اونجا توی روستایی به اسم قمصر با چند تا روحانی یه اتاق یه خونه که دوستان های ترکاشفندینا اونجا بودیم، بعد من میرفتم توی باقر شهر اونجا نماز میخوندم تو مدرسه. من ظهر اخواب بلند شدم محرم زون پاشدم دم دم ازونه، رفتم یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و رفتم مدرسه، یادم رفت وضو بگیرم، رفتم مدرسه فکر کردم حالا دوش گرفته بودم، فکر کردم وضو گرفتم، اصلا حواسم نبود. آقا ما نماز تو حیاتم موکت انداخته بودن و جمعیت نماز و من نماز عصر رو خوندم، گفتم السلام علیکم، یادم افتاد وضو ندارم. حالا از نظر شرعیش من اگه نگم نماز اونا درسته، من خودم باید برم نمازمو بخونم. من اینشو نمیدونستم، گفتم ای داده بیداد نمازو بچه مردم خواب. پاشدم گفتم خانما ببخشید من وضو نداشتم. 200 تا دختر بچه با هم گفتن گفتم بذارید من یه دقیقه وضو بگیرم دوباره بخونم. معلمش گفت ما وقت نداریم آقا، فردا دیگه. بعد من اومدم و خیلی خجالت زده مونده بودم چی کار بکنم. فردا رفتم مدرسه گفتم هیچکی نمیاد، اونایی هم که نیومده بودن اونام اومده بودن ببینن حاج آقایی که بی وضو نماز خون کیه، یک جمعیتی اومده بود دیگه. حالا بعد به من گفتن وضو داری اول نماز؟ نه حاج آقا وضو گرفتی. همین باعث شد که من برم مدرسه. بعد یکی از این خانوما واسم چیز کرد که ببین داستانو ببینید، میگه ما نمازخونه رو درست کردیم، یه نمازخونه خوشگل درست کردیم و این حرفا، یه شیخی پیدا کردیم گفتیم بیا برای بچه‌ها نماز بخون، تو مسجد میری نماز میخونی، میانگین سن 90، اینجا میانگین سن 12، اینجا که بهتره. بعد 300 400 تا دانش آموزن دو دقیقه هم صحبت کن. میگفت آقا شیخ هم قبول کرد و انقدر این خوش اخلاق بود، انقدر بامزه بود این آدم، میومد نماز رو تموم شد بلند میشد سلام سلام بچه‌ها، تو اسمت چی بود، تو جدید اومدی، داستان دیگه خوشمزه بوده. گفت چند ماه گذشت یک خانومی اومد مدرسه، مادر یکی بچه ها اومد مدرسه، همیشه گریه میکنه کی بچه منو نماز خون کرده. گفت که اصلا مونده بودن که مثلا چی داره میگه، مثلا نماز خون شده، مثلا انگار شاکیه، مثلا اینکه مدیره میگه که ایشون معلم پرورشی کار ایشون بوده. میگه اومد دوما گفت کار شما بوده؟ گفتم که نه والا ما واقعیتش آخوند آوردیم، این داره ما رو هم نماز خون میکنه، یواش یواش اصلا ما کار ما نبوده. گفت میدونید قضیه من چیه؟ قضیه من اینه که ما نماز نمیخوندیم، نه من نه شوهرم، این بچه ما نمیدونیم چجوری نماز خون شد، نگو تو مدرسه میخونده حال کرده، بس بعد گیر داده که تو خونم. گفت خب میخون، مغربشاش هم میومد تو خونه میخون، ما هم گیری نداشتیم، گیر داد من میخوام نماز صبح بخونم. گفت من اولا بهش میگفتم که حالا من بیدارت میکنم مامان الکی. گفت آقا میخوابیدیم صبح پا میشد، گفت چرا منو بیدار نکردی؟ گفتم که ولش کن بابا نماز شام اونو میخونی بس. و گفت یه مدت گذشت، این دید که نه رنگی به حنای ما نیست، پولاشو جمع کرد ساعت خرید، از این ساعتایی که زنگ میخوره. ما یه همسایه‌مون روشن گذاشته بود رفته بود، ما یه هفته خونه رو تخلیه کردیم، صدا میده فکر میکنی میخ میزنن تو کلت. گفت آقا ساعت کوک میکرد پاشو نماز صبح، بابا نماز نمیخونه، مامانم نمیخونه، بچه چرا نماز خون شده؟ اومده خوشمزگی دیده توش، لذت توش دیده. من همیشه میگم من وظیفه ندارم بچه‌مو نماز خون کنم، من خدا رو بهش نشون بدم، اگه تو رفتونم تو رفتارم نه تو زبون، خودش سجده میکنه، اگرم خدا رو نبینه سجده بکن نیست. حضرت علی گفت من خدای ندیده عبادت نمیکنم، وای به حال بچه‌های ما. گفت آقا ساعت زنگ میخورد بیدار نمیشد، یه وقتایی باباش کلافه میشد خاموش کنی لامصب و چرا اینجوری میکنید. میگفت یه روز صبح شوهرم پاشد گفت کی گفته این نماز بخونه، غلط میکنه نماز بخونه، نماز نداریم، این حرفا چیه؟ و بالوالدین احسان، ما پدر مادرش ما راضی نیستیم. میگفت حتی ما کاری کردیم، همه خونه موافق بودیم نخونه، گفت کاری کردیم که مدرسه دیر بفرستیم ظهرا نرسه به نماز، تو خونه مهر و تسبیح هر چی داشتیم ریختیم دور، چون بی‌نمازا میدونی مهر و تسبیح جمع میکنه، یه ضرب المثله. گفت چی؟ ما یه هفته رو مخ بچه کار کردیم، طعنه بهش میزدیم، اذیت نمیذاشتیم نماز بخونه، اذیت میکردیم، چه میدونم. گفت آزار دیگه، ساعته رو گرفتیم ازش که این نماز نخونه. میگفت یه هفته گذشت دیدیم دیگه نمیخونه، الحمدلله بچه‌مون آدم شده نماز دیگه نمیخونه. گفت فقط مشکل پیدا کرد، میرفت دستشویی طول میکشید توالت رفتنش. گفت من به شوهرم گفتم ببین کار فرهنگی پروژه است، ها پروسه است، پروژه نیست، باید طولانی باید باشه.
بچه 2 ماه نماز میخونه، 1 هفته ترکش دادی، این فرس خورده، معده بچه خراب شده. میگه من جوشونده میدادم به شربت آلومینیوم داده بوده بچه بخوره که معدهش خوب بشه، چرا بچه میره توالت؟ میگفت دیدیم خوب نمیشه. میگفت منم شنیده بودم که معتادا دستشویی میرن طول میکشه. بچه‌م رفته بود توالت، رفتم بالا پنجره ببینم چیکار میکنه، دیدم گوشه دستشویی داره نماز میخونه. مادره گریه میکرده، گفته هم خودم نمازخون شدم هم شوهرم. من میگم تو خدا رو نشونش بده، اگه سجده نکرد امکان نداره سجده نکنه، ولی ما رفتارمون داره میگه خدا نیست، بهش میگیم نماز بخون. میگه آخه چی بخونم؟ خدایی که نیست تو بهش عبادت کنم؟ آقا الان اینجا شما اماراتی کشور مسلمونه دیگه، من دارم توش زندگی میکنم سالهای ساله، چندین خواننده بزرگ دارن، یه خواننده بزرگ دارن به اسم خانم احلام، اونم احلامه، بله مکه بله. میره عبا میپوشه، نماز میخونه، خواننده خیلی بزرگی هم هست، یعنی جز تاپ خواننده هاییه که مثلا میبرنش عربستان بخونه. اولین کنسرت هایی که توی عربستان گذاشتن جز ایشون رو گذاشتن. اون خواننده زنه لبنانی هست که سید حسن نصرالله عبا بهش داد، یه خواننده زنه توی لبنان، تو شعرش گفته بود که مثلا سید حسن عباشو بده، حسن نصرالله عباشو داده بهش، خواننده است. من کنسرتاشو بابا دیدم. لبنان خیلی خواننده های چیز داره، باز خواننده های اینجا یه ذره پوشیده ترن. الان یه خانومی هست اینجا به اسم خانم بلقیس، یه خواننده فوق‌العاده است، همسرش هم سعودیه، یعنی عمال عربستانه، با همسرش میره اجراشو میکنه میخونه، 1000 نفر هم یه سری با حجاب، یه سری برقه دارن میرن میبیننش، یه سری بی حجاب میرن میبیننش. الان من نمیدونم اصلا اینی که فقط توی اسلام ایران صدای زن حرامه، اسلام نه آخه من میگم اگه تو اگه تو اسلام ایران هم حرامه، پس چرا توی فیلم مختار میخونه زن؟ خیلی جاها ما شما، صدا شنیدیم غیر آره، صدای شما... توی فیلم مختار ما توی خیلی سریال صدای آوای زن شنیدیم، صدای آوای زن خیلی زیاد شنیدیم. شما یه سری خواننده زن ما داریم تو ایران، اصلا بابا چرا خواننده هنرمند دختره گیتار دستش گرفته مثلا گیتار میزنه یا مثلا پیانو میزنه، تو فلان کنسرت ازش استفاده کردن، استاپ کردن کنسرت و طرف آوردن پایین، حال نکردن باش، گفتن بقیه کنسرت بدون این خانم. آقا توی کنسرت مثلا من دو سه بار رفتم، بله. من مثلا کنسرت رفتم دیدم خانومم میاد میزنه، مثلا آقای من کنسرت کی بود رفتم، خانم اومد خیلی هم خوب کار کرد، فکرم آقای زنده وکیل بود رفتم، علی بود، آره نوازنده زن اونجا نشسته بود، خودم دیدم زد. مثلا آقا رضا صادقی، رضا صادقی همین آقا رضا همین پیروزا لایو گذاشت توی اینستاگرام، همین کنسرت هایی که الان لایو میذارن از طریق شبکه های چیزم پخش شد، مثلا فکر کنم فیلم نت پخش میکنه، فکر میکنم بعد نوازنده زن اومد زد، نه تو نوازنده حالا الان بعد احلام خانم یه چیزی شده ها، آره میدونم یه چیزی شده ها، یه ذره فضا الان بازه ها، الان یه ذره چون واقعا دیگه من میخوام، میدونی من چی میگم؟ من میگم شما یک خط قرمز الکی میذاری سلیقه‌ای که این چون سلیقه‌ایه نمیتونه دووم بیاره، این میشکنه، وقتی میشکنه خط قرمز واقعی رو هم ابی میبره، نکن این کارو، این کار شما به مشتارو پس از مرگ سهراب حاج آقا سید جان اصلا دیگه بعد از نوشتارو بعد از مرگ سهراب فکر کنم الان بازم شده باشه، همون یه کوچولویی که شما دارید میگید به درد من و امثال من نمیخوره، مثل من از ایران خیلی خارج شده، خیلی زیاد که به هنرش ادامه بده اذیت شده تو ایران، خارج شده، مثل من از ایران زیاد خارج شده، یه سری هم مثل من هنوز تو ایران هستن، بذارید اینا بمونن حداقل، بذارید اینا کار کنند، بذارید اینا از کشورش ایران، از ایران خارج شدن کار رو آسون نیست برای یه زن. شما فقط میان میبینید ما اینجا یه دونه دامن کوتاه پوشیدیم، این میاد تو چشتون، از ایران خارج شدی که بری دامن کوتاه پوشی، فقط همینو میبینید. نه عزیز من، از ایران خارج شدن خیلی مشکلات داره، من که بابام میلیونر نبوده، پولدارم نبوده که پول تو جیبم بذاره برم، اومدم از ایران بیرون خودم کار کردم، 2 تا شیفت کار میکردم، پول دارم میبردم که بتونم کار هنریمو انجام بدم.
کار هنری توی مارکت ایرانی هم اینقدری پول در نمیاد، اینقدری هم اسپانسر وجود نداره، چون ما این بریم اگه ما تو ایران بودیم چرا اسپانسر داشتیم، خیلی زیادم داشتیم، تو کشورمون نیستیم، اسپانسر این بر نمیتونه. من مثلا الان بستنی نمیدونم میهن منو اسپانسر بشه، من میتونم یه جا توی کنسرتم بزنم پشت میهن؟ نمیتونم دیگه، صاحب میهن دار میزنن. خب نه میتونید باید... بزنید، آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست. بعد کارخونه رفت آزاد... هوا. خب اون نمیاد من اسپانسر بشه دیگه، میره یکی دیگر اسپانسر، اسپانسر هم نداریم، ولی بعد میایم فوش هم میخوریم که چرا دامن کوتاه پوشیدی. خب میذاشین تو همون کشور بمونیم که دامن کوتاه نمیپوشیدیم، با بلوز شلوار براتون میخوندیم. خدا خیرت بده. ببین من الان حرفم اینه، من میدونی چی میگم. من میگم اولا اگه میگید فتوا، که فتوا هست، فتوا رو توضیح بلد نیستی بدی، من دارم توضیح میدم. ببین من موسیقی گوش میدم، تقریبا بس. تمام خواننده های فارسی زبان کار درست میکنن، من گوش میدم. ممکنه یک شو یه بار گوش کنم که بگم بابا این چی کار کرده، اصلا این چی خونده، چون من حالا به خاطر کار فنیشم بیشتر. ولی اگه کار خوبی باشه که بهم حس خوبی بده، کارو چند بار گوش میدم. محرم روز عاشورا یه راننده داشت من عقب میورد تهران، من یه کار گذاشته بودم از محسن چاوشی، داشتم گوش میدادم و گریه میکردم. حال روزه من بود، یعنی من داشتم روزه گوش میدادم. میدونی وقتی طرف داره شعر مولانا رو میخونه، استنباط شما و... ازش درسته. آره و ما میفهمیم چی داره میخونه، یعنی اندازش شعر رو میشناسیم. حالا اون مثلا یه ذره معارف خوندیم، میفهمم چیکار داره میکنه. یا همین آلبوم آخرش که داده بود، یا خیلی خواننده های دیگه، آقای شجریان، آقای چه میدونم، قدیمیایی که بودن، حتی اون قدیم تریاش. مثلا من یه دونه کار هست برای جهانه، جهانو میشناسید، قدیمی خونده و اینا. بله. یه کار خیلی هم قشنگ اتفاقا، نمیدونم، میگه که دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره. فایده نداره. آره یه شعر بخونم. من یه ذره براتون بخونم. صدای منو گوش میدین؟ گوش دارین تا حالا؟ آره گوش دادم. یا علی. یا علی. صدای منو پس گوش کردین تا حالا؟ آره دیگه منو فالو کردین دیگه، صدامو گوش کردین، چون من میذارم پستم، خواهی نخواهی اینجوری رد میکنیم صدای منو گوش میکنی. همینجوری رد شده. پس یه تیکه براتون نخونم؟ بخونین. چرا دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. اینم چون شما دوست داشتین بقیهش دیگه به چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگهدار وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی، خودتو نگهدار خود. ببین شعر جهان خونده، توش چی داره میگه، مفهوم چی به تو میرسونه. به چشمون غزل خون رسیدی، خودتو نگهدار، نگاه کن، فقط غزل چشمه نبرده، ببین عزت نفس داشته باش. آره خودتو نگه دارم. میخوام بگم من این شعر رو، من این شعر رو 100 بار گوش دادم. حالا جهان خدا رحمتش کنه دنیا رفته، اصلا قبل از انقلاب بوده، معلومه که یا دنیا رفته، ولی این شعری که بعد از انقلاب خونده... نه آره نه کاستشو میگم، این شعر من قبل از انقلاب خوندنش. من حرفم اینه، میخوام بگم اگه دنبال دینیم، بچه‌هامون رو داریم از دست میدیم به خاطر سلیقمون، چون اگه دینم باشه، دین ما که کجاش این گیر رو داده، پس این فتوای مرجع چیه؟ این مرجع که همینجوری فتوا نداده، عشقی که فتوا نداده که، اونم رو حساب یه اصولی این فتوا رو داده. من میخوام بگم این خط قرمزهای سلیقه‌ای دوام نمیاره، چون منطقی نیست. ولی وقتی یه صد دو اشتباه زدی، این صد شکست، تمام دور رودخونه رو با خودش میبره، چیزی هم که نباید بره بینه. بچه وقتی از ایران رفت بیرون، هزار تا خط قرمز هم میشکنه، بعد گرفتار مافیا میشه، هزار جور بلا سرش میاد، عزتش رو از دست میده، شرفش رو از دست، بعد میشینی یه سریام ندن. ولی خب ما دیگه ما دیگه اینجا آزادی بیان هست، آزادی رفتار هست، آزادی بعد از بیان هم هست، آزادی همه چیز هست دیگه. من نوعی وقتی از ایران اومدم بیرون، بیرونم کردید از ایران، خودتون منو بیرون کردید، باعث شدید که من فرار کنم. یعنی حالا بیرونم هم نمی کردید، من بعد چیکار میکردم؟ بعد میرفتم شوهر میکردم، بچه بزرگ میکردم دیگه، تهش این بوده. و
وقتی شما من از ایران شوهر بعد این خیلی تاکید ازدواج کنیم که مشکل نداره. آره نه توی ایران نه خب مشکلی نداره، ولی خب من به هدفم نرسیدم برای چی باید این کارو بکنم؟ تهش این چیزو برای من میسازن دیگه. من وقتی از ایران اومدم بیرون دیگه وقتی آزادی لباس دارم، آزادی رفتار دارم، آزادی دیگه خط قرمزای شما رو میگذرونم، به شما چه میخواستید من نگه دارید که من این کارو نکنم؟ حالا من حالا ببین من میدونی این که چون شما حالا برخه من شما رو درک میکنم الان اینجوری میگید، ولی من حرفم اینه، میگم اونایی که دلسوز مملکتن، من الان حرف آخرم چی بوده؟ میگم مگه دلسوز نیستید؟ اینا مگه بچه‌هاتون نیستن؟ چهار تاشون موفق شدن، الان دارید میبینید صداشون رو میشنوید، یه عده‌شون رفتن محو شدن، استعداد طرفم نابود شد. خب آقا نکنید این کارو، بذار بچه هامونو نگه داریم پیش خودمون. سلطه مختلفه آقا، مثلا میگم میگه آقا ما کنسرت زن اجازه نمیدیم مرد بیاد. باشه همون دختراش هم که نمیذارید که، آقا همون هم ای به این مجوز بده به اون مجوز نده، بعد حالا با هزار جور گیر و دار. من میخوام بگم که اگه دلسوز اسلامیم، اگه دلسوز مملکتمونیم، سلیقه فردیمونو بذاریم کنار، حرفای منطقی بزنیم، رو منطق بیان جلو، درک کنیم آدم ها رو، ظرفیت آدم ها توانشون متفاوته، و یه کاری نکنیم که بچه همون از دست بدیم، بعد جذابه مجبور میشی بری، بعد بهت میگن که دیدی گفتیم خائن رفت. عزیز من اولا که تو وادار کردی بره، وادار کردن به این نیستش که اسلحه بذاری کله طرف بره، یه جوری دورشو میبندی مجبور میشه ول کنه بره، بعد حالا رفته یه زخم خورده، نمک دیگه رو زخم یارو نپاش، هزار جور عنوان و انگ به طرف بزن. آقای فلان مجری که ول کرده رفته فلان شبکه کار میکنه، خب آقا اینجا نتونسته کار بکنه، دیده با اسطورش چیکار کردی؟ شما وقتی یه آدم موفقی و بدون دلیل که توجیه کنی، مثلا میگم ما دلیل داریم، بدون اینکه دلیل تو بگی، بدون اینکه به خودش حق دفاع بدی، میذاریش کنار، طرف میگه من تهش میخواستم تو مجریگری باشم عادل فردوسی پور، با من کارو میکنم، پس ول میکنه میره، ناامیدی درست میشه. و هر کس امروز تو مملکت ما با رفتارش باعث ناامیدی بشه، داره به مملکتش دونسته یا ندونسته خیانت میکنه، به جووناش خیانت میکنه، به دینمون داره خیانت میکنه، چون این مملکت رو بالاخره از دینمون از برپا اسلام نوشتنش متاسفانه، با اینکه ما نسبتی با اسلام نداریم. تموم شد زمانمون، فکر کنم آره داره بهمون یادآوری میکنه که یه دقیقه دیگه تموم شه. فقط من یه چیز دیگه خواهش راه دادین چیه؟ باعث افتخار من بودش، خیلی خوشحال شدم. ممنونم. یه بار دیگه بگم حاج آقا به من نگفته اون رو سری بپوش، من خودم پوشیدم بخاطر اینکه واسه شون حاشیه نشه. مرسی که اومدین تو لایو من. و اینم بهتون بگم که ما یعنی خودمون نخواستیم که تو اگه تو کشورمون بذارن ما کار کنیم، ما تو کشور خودمون کار میکنیم. همه تو هر روزی به قول هیچ کس یه روز خوب میاد. هیچ کس هم گوش میکنین؟ بابا دیگه هیچ کس اینجا ثبت کنین. یکی از سلاطین رفه بابا. چشم. بابا رفه هم گوش میدین. خب بس دیگه منو گوش میدین دیگه. حالی دیگه. یاس رفیقمه. یاس داداشیم. بس یاسر هم گوش میکنین. به به. حل دیگه. پروندم سنگین شد. من فکر میکنم شما دیگه. آره نه به تماشاگرا بودین. خیلی ممنونم که اومدید، خیلی زیاد به من لطف کردی، خوشحال شدم. انشالله که از لایو ما استفاده برده باشن تو این وانفسایی که وجود داره الان تو فضای مجازی. خیلی زیاد از شما سپاسگزارم. سه تا بچه‌تون هم از طرف من بپوسید، پسر و دختر. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا حافظ.